حسین مهری درباره تقلب گسترده‌ای که توی شب‌های مافیا اتفاق افتاده بود افشاگری جنجالی انجام داد که با ما توی این ویدیو همراه باشید صحبتاشو می‌شنوید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. و بحث تقلب گسترده‌ای که توی شب‌های مافیا توی سری آخرش اتفاق افتاده بود حسابی این روزها داغه. تقلبی که با اعتراض حامد آهنگی و ترک کردن مسابقه همراه بودش. توی ویدیوی قبلی هم که براتون آماده کرده بودم درباره اتفاقی که توی شب‌های مافیا قسمت اخیرش افتاده بود صحبتایی رو انجام دادم و علت قهر کردن حامد آهنگی رو هم از زبون خودش شنیدیم. اما بعد از افشاگری که حامد آهنگی انجام داده بود صحبتایی رو هم حسین مهری درباره تقلب گسترده‌ای که توی این مسابقه اتفاق افتاده بود انجام داد. حسین مهری گفتش که من پیشنهاداتی رو برای بهتر کردن بازی و کمتر شدن تقلب‌ها به تهیه کننده و کارگردان برنامه ارائه دادم که خیلی توجهی بهش نشد، ولی بهتر بودش از ماسک استفاده می‌کردیم و حداقلش گوشی‌های تلفن همراهمون رو توی سالن مسابقه نمی‌آوردیم، ولی خب توجهی نشد و دو تا از شرکت کننده ها که فعلا دوست ندارم اسمشون رو ببرم تقلب گسترده ای رو حالا از سر شیطنت انجام دادن. و حتی حسین مهری هم که تقلب رو متوجه شده بوده از ترس اینکه نقشش لونره توی طول مسابقه سکوت کرده بوده و چیزی اعتراض نکرده بوده، ولی خب توی پشت صحنه اعتراض کرده به این موضوع و صحبتایی رو هم با شرکت کننده هایی که تقلب انجام دادن انجام داده که این قضیه باعث ناراحتی شرکت کنندگانی که در نقش مافیا بودن از جمله من و حامد آهنگی شده بود. بریم با هم صحبت‌های حسین مهری رو بشنویم ببینیم ماجرا چی بوده. واقعیتش یه اتفاق افتاد توی مافیا که یه مقدار هم روی بازیکن‌ها هم روی بیننده‌ها تأثیر منفی گذاشتش و خب خود منم از قبل یه پیشنهادایی داده بودم که اگر اونا رعایت میشد دیگه هیچ شک و شبهه‌ای، هیچ جای نگرانی نه برای بیننده ها بود نه برای بازیکن ها. اونم این بودش که خب ما ماسک بزنیم، موبایل همراهمون نداشته باشیم، بین بازیکن ها و عوامل کار یه پرده مشکی زده شه که خیلی مشخص نباشن و بازیکنایی که میرن خارج بازی این بازیکن ها دیگه تو دید بازیکن های داخل بازی نباشن. نمیدونم به خاطر شکل اجرایی برنامه یا به خاطر احترام به بچه‌ها و به بازیکنایی که شرکت کردن خیلی اینو نپذیرفتم که این کارو انجام بدن. خیلی زمانی هم نبود، البته موقعی که من گفتم دیگه فردا ضبط بودش. توی دسته دوم یک اتفاقی افتاد که من ترجیح دادم به مردم بگم، چون من زمانی که خودمو ضبط کردیم به آقای ابوطالب گفتم که این دست رو مردم خیلی دوست نخواهند داشت قطعا، ولی نظرش یه چیز دیگه بودش. متاسفانه من دیدم که یعنی بازی که شروع شد چهار نفر از بازیکن‌ها که صحبت کردم، من دیدم دوتا از بازیکن‌ها دارن بیرون رو نگاه میکنن و تقریبا دارن تایید میگیرن، تقریبا که نه دقیقا اون رابطی هم که بهشون میرسوندم دیدم چه کسی هستش. واسه همین اون موقع به همه اعلام کردم، یعنی به پشت صحنه کاملا واضح اعلام کردم جلوی همه و یه مقدار فضام سنگین شد و بازیکنایی که مافیا بودن از اینکه داره تقلب میشه ناراحت شده بودن، خود شهروندا هم خب ناراحت بودن، اون کسایی هم که حالیه تقلب کردن یه ذره نگران شده بودن. واسه همین خیلی جو خوبی برای بازی نبودش واقعیتش و اسمی هم از اون دوتا بازیکن هیچ وقت نمیبرم، چون بالاخره یه بازی بوده، در نهایت قرار بوده یک چیز تفریحی باشه، یک شیطنتی انجام شده، ولی خب این شیطنت باعث شدش که اصلا خود من دیگه اینو وقتی توضیح دادم دیگه وسط بازی، وقتی بازی یعنی بازی شروع شدش به جایی داشتم توضیح میدن یه لحظه خودم گفتم حسین برای چی اصلا داری توضیح میدی؟ تویی که اعتراض کردی به تقلب شدن، مافیایی که نگران اینی که تقلب نشه دیگه، و چه کسی تقلب میکنه؟ شهروند، امکان تقلبش هست. یعنی دیگه خب همون اول مشخص شده بودش که من مافیام، یعنی خیلی دیگه رو شده بودش دیگه، بالاخره از
عالم غیبم دیگه یه سری کمک ها رسیده بودش. اینجوری بودش. با سهم حامد جان آهنگی هم دیگه بعد از اینکه من رفتم بیرون اون تصمیمو گرفتن و به اون شکل شدش. خودتون بازی رو با دقت ببینین کامل متوجه میشین. این اتفاق افتاد. در صورتی که واقعا خود گروه بگم از محمد رضا علی مردانی به عنوان گرداننده بازی، از آقای ابوطالب به عنوان کارگردان، بچه های دیگه همه تلاششون این بودش که بازی سلامت و سالم باشه. واقعا یه وقتایی پیش می اومد که مثلا من خودم هم توی دستی تو سریای قبل برام پیش اومدش که مجبور بودم برم قضای آجاد. بعد عرضم به حضورتون که حتی رفتم واقعا دیدم اونجا یه کسی رو گذاشتن که هیچ تقلبی نشه، یا حتی بچه های دیگه می رفتن. خیلی مراقب بودن، حتی بچه های پشت صحنه رو تا جایی که میشد خلوت میکردن پشت صحنه رو. ولی خب میگم بچه ها هم بر روی یک اعتمادی رفته بودن جلو و بازی میکردن، ولی خب یه شیطنتی شده شو این اتفاق افتاد. واسه همین اون دست دوم خیلی به ذائقه بیننده نشست. منم واقعیتش دیگه چیزی اتفاقی بیفته که یه مقدار فکرم و به هم بریزه تمرکزم دیگه کامل از بین میره، واسه همین دیگه بازی هستم به اون شکل شدش. ولی خب دست سوم که شدش، قبل از دست حامد آهنگی دیگه دید کلا من خودم حالم خیلی گرفته بود، خدا حامدم همینجور، بقیه مافیا هم همینجور جمع شدیم. حامدم گفتش که بچه ها الان این دست خوبی نشدش، خیلی فکر نمی کنم بیننده دوست داشته باشه، بیام انرژی بذاریم. میدونم الان هممون حالمون یه ذره گرفته شده و این اتفاق افتاده، ولی بیام کنار بذاریم و با انرژی بریم دست سوم بازی کنیم که یه دست خوب باشه و یه دست سر حال باشه که مردم دوست داشته باشن. که تلاشمون هم بر این بود که فکر میکنم که تو دست سوم شیطنتی اتفاق نیفتاد و تو دست اولم فکر میکنم شیطنتی نشد، نمیدونم، ولی تو دست دوم این چیزی بودش که من دیدم، واسه همین گفتم به شما هم بگم. خب رفقا نظرتون راجع به صحبتایی که حسین مهری انجام داده چی بوده؟ به نظرتون اون دو نفری که تقلب رو به صورت آشکارا انجام دادن چه کسانی بودن؟ قاعدتا از شرکت کنندگان مافیا نبودن. به نظرتون کدوم یکی از شهروندان این شیطنت رو انجام دادن و تقلب رو انجام دادن و اسامی کسایی که حالا مافیا بودن رو لو دادن؟ حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.